با درود دوباره خدمت همه شما عزیزان، اول از این شروع بکنم، بسیار ممنونم از آقای فرزاد و دوستان دیگری که گفتن اون ویدیویی که درست کردن صدای بنده رو در آوردن، اونجا که گفتم آقای همایون به من نصیحت کرد یا مطالبی رو گفت و چیز دیگه گذاشتن، خیلی ممنونم ازشون که گفت آقای حقوق بازی بود و ما گول خوردیم و خوشبختانه حالا فهمیدیم که کلک. بعدم بعضی از دوستان که میان پیام‌های عجیب غریب روی فیسبوک میذارم، بنده بهشون میگم من به هیچ کدوم از شما توضیح نباید بدم. مگه شما توضیح دادید؟ برای چی به شما توضیح بدم؟ من به یه مجموعه باید توضیح بدم، مردم ایرانه، شما هم جز مردم ایرانی، وقتی توضیح دادم گوش بدید. بنده هیچ دینی ندارم به کسی که بیام توضیح بدم. فیل مرده و زندش 100 تومنه. 30 ساله توی خارج هستم، دارم تلاش میکنم، حرفام هم زدم، مدیون هیچ کسی هم نیستم، هیچ کس. خیلی ها دین دارن به من ولی من مدیون کس نیستم. بنابراین راجع به این مسائل نمیخوام زیاد بحث بکنم. مراسم اسکارم که تماشا کردید، فیلم آرگو، فیلمی که همه ما رو عصبانی کرده، برنده جایزه شد. خب بعدم میشد، چون اونا نشستن تاریخ ما رو بررسی کنن، فیلم رو از نظر کیفیت داستان و نقش ها و بازی ها دارن بررسی میکنن. فیلم آرگو یک مقدمه ای داره که همه ما رو ناراحت کرد، چه اون آدمی که طرفدار سلطنتی، اون چه آدم مخالفه. برای این که شما در مبارزه و در تبلیغ یه خطی از اون خط رو نباید ازش عبور کنی. به محض اینکه وارد مبالغه و مسائل مطالب ساختگی شدی، اون اعتبار و منزلت دیگه از جای خودش میره کنار، اون دیگه ارزشی نداره. بنابراین در فیلم آرگو هم وقتی میان اولش میگن بله این ملکه ایران در شیر خودش رو میشست، اون مدل رو نشون میدن، اون تصاویر رو، تصویر این جایی رو که زندان مشترک کمیته که بندم اونجا رفتم و الطافش شامل بندم شده، یه موزه اونجا درست کردن. یه وقتی عکس آقای خاتمی رو میداختن کنار یکی از اون مجسمه های مثلا فرد شکنجه شده. بله خاتمی مشغول شکنجه است، حالا هم تو فیلم اون رو نشون میدن به عنوان اینکه بله این اتفاقا در رژیم گذشته خیلی اتفاق افتاد، ولی شما تصویرش که نداری که بیای نشون بدی. به هر رو، خب بنده خیلی خوشحال شدم به خاطر اینکه آقای دانیل دی لوئیس با بازی درخشانش در فیلم آبراهام لینکلن جایزه بهترین بازیگر مرد گرفت. از این نظر خیلی خوب بود و خیلی خوشحالم که او برنده شد، چون واقعا بازیش درخشانه. من چندین فیلم از این آدم دیدم، واقعا یک یونیکه، یک هنرپیشه‌ای کمتر نظیر شما میتونید پیدا کنید. خب حالا برگردیم به موضوعات سیاسی و مسائل کشور. شماری از شما برای من نوشته بودید که خب آیا جنگ میشه؟ آیا این حرفایی که آقای اوباما زد بوی جنگ میده؟ دلم میخواد امشب با هم یه صحبتی بکنیم، چند نکته رو براتون بگم، رو این علائم شما میتونید تشخیص بدید که چه اتفاقی داره در کشور ما میفته. عجز نظام از جلوگیری از سقوط ارز باید براتون یک دلیل باشه به این که تحریم هایی که علیه ایران اعمال میشه مؤثر. آقای احمدی نژاد هم با علارغم این که میگفت اینا رو بعد انداخت تو سطح زباله، ولی عملا میبینید که ایشون اقرار میکنه که تحریم ها تأثیر اساسی توی کشور گذاشت. نکته بعدی که باید بهش توجه بکنید که باز خیلی مهم هست اینه که جمهوری اسلامی با تمام تلاشایی که کرده پنهان و آشکار برای اینکه به سوی آمریکا یک راهی پیدا بکنه، این راه هماره به نوعی مسدود شده. حتی وقتی آمریکا اظهار علاقه میکنه که با جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشه، نتیجه نداره. و این نشان دهنده اینه که باب گفتگوها باز نخواهد شد. دلیل سادش هم اینه که سید علی خامنه ای میخواد بمب اتمی داشته باشه. گزارش رو دیدید همین چند روز قبل، اشاره شد که جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای جدیدی رو در نطنز، شاید حدود 300 سانتریفیوژ به کار انداخته و
اورانیوم با درجه بالا داره غنی میکنه. برای چی این اورانیوم رو لازم دارن؟ یه وقتی گفتن برای تاسیسات امیرآباد، اونجا به اندازه کافی 300 کیلو اورانیوم درجه بالا اینا ذخیره کردن، برای 5 سالشون بسته، برای 10 سالشون بسته. برای امیرآباد یک نیروگاهی است که در اون تولیداتی میشه که برای معالجه بیماری مثل بیماری سرطانی ازش استفاده میشه. پس بنابراین این توجیه اینها که بله برای نیروگاه امیرآباده، این توجیه قابل پذیرش نیست. آخرین باری که بازرسان آژانس به تهران آمدن، تأکید کردن به مقامات جمهوری اسلامی که باید برن پارچین رو ببینن. جمهوری اسلامی اعتنایی به این نکرد و در پارچین رو بسته نگاه داشت. در گزارشی که اینا در بازگشت به مدیر کل آژانس دادن، تأکید کردن که امروز برای ما مسجل شده که جمهوری اسلامی دست به اقدامات و تجاربی زده بوده در پارچین که به هیچ روز نمیخوان خبرش به صورت فاش بشه یا بتونیم مدرک علیهش به دست بیاریم. این هم یه مسئله است که به نظر من بسیار قابل توجه است. نکته بعدی باز مداخله گسترده جمهوری اسلامی در سوریه است. اوضاع سوریه اگر به این صورت پیش بره، رژیم اسد که سقوط بکنه، یک رژیم تندرو اسلامی روی کار میاد. این با مساله اسرائیل در تعارضه. اسرائیل با رژیم پدر و پسر اسد 30 سال 40 سال خیالشون راحت بود، یه گلوله از جولان شلیک نمیشد. امروز اما وضع فرق کرده. امروز داستان اینکه یک حکومت اسلامی در اونجا بیاد رو کار برای اسرائیل، اونم بی اسلامی تندرو سلفی، غیر قابل تحمل. پس اسرائیل تحمل نخواهد کرد، واکنشش رو خواهد داد. جمهوری اسلامی مانع از سقوط اسد و روی کار آمدن یک دولت ائتلافی ملی است. خب اینا رو کنار هم بچینید. حضور گسترده جمهوری اسلامی در یمن، یمن مطابق گفته رئیس جمهورش در شرایطی است که میتواند وحدت ملیش تضمین بشه. 3 روز قبل در عدن تظاهرات گسترده‌ای به نفع رئیس جمهوری در سال روز به دست گرفتن قدرت برپا شد. اما همزمان یه عده از جنوبی ها، حراک الجنوب که از مارکسیست ها هستن و از جمهوری اسلامی حمایت میشن، با اسلحه ریختن و تعداد زیادی کشته شدن. در شمال یمن شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی با کمک به حوثی ها یا 4 امامی های شیعه زیدی تلاش میکنه که در شمال کشور یه جمهوری شیعه به وجود بیاد که مزاحم عربستان بشه، چون اونجا به منطقه نجران نزدیکه که اسماعیلیا هستن، 7 امامیا، و بعد منطقه شرقی که شیعیان سعودی هستن. به این ترتیب انگشت جمهوری اسلامی در همه این جاها دیده میشه. در افغانستان از یک طرف با آقای کرزای پول میدن و از طرف دیگر با تقویت گلبدین حکمتیار و بخشی از طالبان اجازه نمیدن در افغانستان یک استقرار به وجود بیاد. پس جمهوری در عراق هم بدتر از همینجور. عملا حق مردم عراق رو برای داشتن یک دولت ملی جمهوری اسلامی گرفته، با منع تشکیل دولت توسط آقای دکتر عیاد علاوی که فراکسیونش بالاترین آرا رو در مجلس به دست آورد. آقای مالکی امروز عاملیش برای تفرقه. سنی ها الان علیه شیعه ها بلند شدن، شیعه ها علیه سنی ها. کردها با دولت مرکزی مشکل دارن. گفتن در چند روز گذشته کردها گفتگو کردن که شاید بتوانن به یه توافقی در رابطه با فروش نفت منطقه کردستان به توافق برسن و بعد دولت پولی رو که بابت فروش نفت کردستان به دست آورده در اختیار دولت اقلیم قرار بده. خب اینم که عملی نشده. پس شما میرسید به یه نقطه‌ای که میبینید جمهوری اسلامی در هر کجا که هست، انگشتش در هر جا هست، عامل آشوب. غربی ها چیزی که الان براشون خیلی مطرح است بعد از این همه جنگ و خونریزی این است که در منطقه خلیج فارس آرامش باشه. انرژی برای اونا مسئله عمده‌ای است که روش دارن حساب میکنن.
به قول یه نفر میگفت آمریکایی‌ها برای 10 سالشون الان بنزین و برای نفت ذخیره کردن. ذخیره این نفت به هر حال دلیل بر این که احساس میکنن اگر یه درگیری به وجود بیاد میتوانن نگران کمبود نفت نشن، مثلا نفت ایران از بازار خارج بشه. به اضافه این که همیشه کشورهایی رو دارن که آمادگی دارن باشون همکاری بکنن و بتوانن نفت مورد نیازشون رو تامین کنن. تو این هیروویر، تو این درگیری ها، آقای خامنه ای با حمله ای که به مذاکره کنندگان یا علاقمندان به مذاکره با امریکا کرد، عملا گفت که در اونجا تصمیم گیرنده ایشونه، اگرچه تصمیماتش منجر به نابودی ایران بشه. برای ایشون زیاد فرقی نمیکنه، همونطور که گفتم تولید سلاح است. الان مشخص شده دیگه، آقای فخرزاده یکی از دانشمندان اتمی ایران در مراسم آزمایش اتمی کره شمالی حضور داشت. همکاری های دو کشور بسیار گسترده شد و الان جمهوری اسلامی در صنایع موشکسازی کره شمالی سرمایه گذاری میکنه. خب اینا رو شما اول کنار هم دیگه بذارید، بگید یه دولت متمرد به این صورت وجود داشته باشه، آیا به دنبال وسیله برای سرنگونی این دولت نخواهند رفت؟ حتما. اما جنگ چجوری آغاز خواهد شد؟ بگذارید با تمام تلخی ها و نگرانی ها اینو براتون بگم. زمانی که بخواد جنگ آغاز بشه، اجازه از من و شما نخواهند گرفت، هرچی هم ما مخالفت بکنیم. 1 میلیون آدم در بریتانیا تظاهرات کردن علیه جنگ که به عراق حمله وقتی میشد. آیا اعتنایی به این 1 میلیون فریاد شد؟ نه. مصالح عالیه فراتر از این فریاد هاست. زمانی که تصمیم بگیرن بهانه‌ش هم پیدا میکنن. یکی از افراد سپاه یه موشکی به سوی یک کشتی آمریکایی شلیک میکنه، تمام با حساب شده و برنامه‌ریزی شلیک میکنه و این موشک داستان پرل هاربر رو تکرار خواهد کرد. کافیست یک انفجاری در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ بده، تعدادی دیپلمات آمریکایی یا نظامی آمریکایی به قتل برسه. امروز حضور گسترده‌ای در قطر دارن، در بحرین دارن، در کویت دارن. بنابراین کافیست یکی از این اتفاقا بیفته و ما شاهد یک واکنش تند باشیم که مملکت ما رو به آشوب بکشه، به ویرانی بکشه و در اون صورت دیگه اون وقت به قول محمد قائد 100 سال باید بنشینیم و بر ویرانه‌های ری اش بریم. سوال می شود خب شماها که در خارج از کشور هستید چی کار میکنید؟ هیچی، سر همدیگر رو داریم میتراشیم. یعنی به جای اینکه دردهای مردم ایران ذره ای از حمیت و غیرت ما رو تحریک بکنه، در کاملا با تمام نیرو شمشیر کشیدیم یکدیگر رو داغون کنیم، سر همدیگر رو ببریم. شما برید تو سایت های اینترنتی نگاه کنید، بزنید این سایت هایی که در خارج از کشوره، آیا اکثریت مطالبش علیه یکدیگر یا علیه جمهوری اسلامی؟ در بعضی اصلا جمهوری اسلامی فراموش شده، طرف مدعی سلطنت طلبه، آریامهر فلان رضا پهلوی رو میگه اعلی حضرت رضا شاه دوم، اما هر کاری میکنه بر ضد رضا پهلوی و به نفع جمهوری اسلامی. رضا پهلوی میاد میگه اقلیت‌ها باید از حقوق خود برخوردار باشن، اونا یه دفعه تبدیل به یه شوونیستای میشن که علیه. مگه اقوام ایرانی ایرانی نیستن؟ چرا نباید عرب ایرانی به زبان خودش هم حرف بزنه؟ چرا نباید کرد به زبان کرد و آذربایجانی به زبان ترکی حرف بزنه؟ بلوچی به زبان بلوچی حرف بزنه و بعد همه اینا یه زبان مشترک داشته باشن که زبان فارسی است که همه ما دوست داریم. یه دفعه طرف میشه شوونیست، یه دفعه طرف به یاد ایران آریایی میفته. با واقعیت ها زندگی بکنی. یه طرف دیگه تمام صبح تا شب کارش تخریب بقیه است، فقط بگه منم، رئیس جمهور مال منه، منم، هیچ که دیگه نیست، کارنوالم را میندازه با بادکنک و با پول خرج کردن و غیره، ولی بقیه رو تخته میکنه و این به نفع جمهوری. اگر ما در خارج یک نیروی واحد بودیم،
می توانستیم جلوی جنگ رو بگیریم. قادر بودیم به دنیا بگوییم هزینه جنگ خیلی بالاتر از اینه که شما بیاید و از اپوزیسیون ایران ولو به صورت معنوی حمایت کنید. اپوزیسیون ایران در داخل و خارج از کشور یک نیروی عظیم و عمده است. شما به جای اینکه کاری بکنید که رژیم جمهوری اسلامی هر روز جریتر بشه و با تکیه بر این که میگه شماها کارش ندارید دیگه دارید حمایتش میکنید، هر روز بتونه سیاستهای خود رو در داخل کشور علیه آزادی خواهان و در خارج کشور علیه استقرار کشورهای منطقه دنبال بکنه، شما اگر نشون میدادید که حامی اپوزیسیون واقعی و ملی ایران هستید، اون وقت این نیرو میتوانست به عنوان یک قدرت بره بشینه با جامعه بین‌المللی صحبت بکنه، مزار یک جنگ رو علیه ملت ایران بازگوید. من متاسفانه بسیار بدبینم، یعنی متاسفانه چون دارم میبینم چه اتفاقایی داره میفته، نگران فردای ایران هستم. رژیم نالایق که فقط برنامش صدور فتنه به منطقه است و در داخل سرکوبی، نگاه کنید الان چیکار دارم، هر چی روزنامه در ایلام 12 تا روزنامه نگار، یه استان کوچک مگه چند تا روزنامه داره که این همه روزنامه نگار دستگیر میشن؟ 25 تا روزنامه نگار اصلی ایرانی الان در زندان هستن. چجوری رژیم جمهوری اسلامی کارا رو میکنه؟ به خاطر اینکه از اون طرف واکنشی نیست. اگر ما به عنوان یک جامعه ایرانی خارج از کشور سخنگویانی داشتیم، افرادی رو داشتیم که همبسته و همصدا و همدل بودن، دوچار این مشکلات نمی شدیم، ولی متاسفانه نیستن. متاسفانه اپوزیسیون دوچار کیش شخصیت و خودپرستی افراد شد. آقا به من طرف میگه من نمیام، میگم چرا نمیام؟ میگه آخه اگه اون بیاد جلو پای اون بلند میشن. خب بشن، تو شخصیت خودتو نشون بده که جلو پای تو هم بلند شن. نه آقا، این بالاخره اینجور که من فکر می‌کنم این 10 سال در جمهوری اسلامی مقام داشته، خب داشته، از مقامش گذشته اومده دیگه. و میگم متاسفانه ما به این نکات توجه نداریم که رژیم داره از ضعف‌های ما بهره می‌بره. دو تا موضوع رو براتون بگم. یادتون هست که سر آقای مدحی در خارج کشور چه بساطی را انداخت؟ حالا رژیم بهره برداریشو کرد، حرفاشو زد، ادعاشو زد، ولی در خارج خیلی بهره برداری شد. تلاش کردن یه عده رو تخریب کنن. بعد چون با آقای متی مصاحبه کرده بودن، تخریب شروع شد. چون یه سازمانی با آقای متی وارد گفتگو شده بود، شروع شد. امروز آقای متی کجاست؟ در زندان جمهوری اسلامی محکوم به 20 سال حبس. پس آقای متی جاسوس رژیم در درون اپوزیسیون نبود. آقای متی آدمی بود علیه رژیم افشاگری کرد تا یه حدی، بعدم دخترش رو دستگیر کردن، گفته بود اگه دخترم بگیرم من برمیگردم. مدتی هم مقاومت کرد، عاقبت رفت. این مال آقای متی. آقای رضا شیران دیپلمات جمهوری اسلامی مقیم لبنان، ایشون رو دستگیر کردن، حزب الله دستگیر کرد، تحویل جمهوری اسلامی. اومد در تلویزیون یه حرفایی زد که مرغ پخترم به خنده میداخت، یه چیزایی گفت مثل آقای متی. عاقبت آقای شیران چه شد؟ ایشون مدتها زندانی بود در فرودگاه پیام، فرودگاهی که برای پست درست شده و در اختیار سپاهه، الان زندان شده. افرادی رو که میخوان در اوین و جاهای دیگه نبیننشون میفرستن فرودگاه پیام. بعد اومدن آقای شیران رو به اصطلاح به قید کفالت آزاد کردن با یه شرط، که ایشون شروع کنه دوباره با اپوزیسیون، با دوستان سابقش ارتباط برقرار کنه، این بار در قالب فردی که حالا بیرون میخواد یه لقمه نون دراره برای خانوادهش، و از طریق او دوباره افراد رو شناسایی کنن و از طریق او بیان اپوزیسیون رو به جان هم بدوزن، به هم بزن. خب آیا روزی که آقای شیران رفت و دستگیر شد و بردنش، خیلی از شما نمی‌این دوباره بگیم به دوباره یه متحی دیگه اومد؟
امروز آقای شیرام کجاست، در چه شرایط و روزگاری زندگی میکنه. به نظر من باید اینا رو بهش دقت کرد. ماها خودمون داریم زمینه برای نظام درست میکنیم که ما رو در واقع بزنه، تضعیف کنه و به جان هم بیاندازه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم و اگر اخلالی در برنامه بود پوزش می خوام، مشکل فنی. بشکن حرفی نیست، حقیقت رو ازت میخوام، به هم راحت بگو میری حالا که سرد رویاهام. نمیدونم کجا بود که دلت را دادی دستمون، خودت خورشید شدی بی من، منم دل تنگی بارون. یه بار فکر منم کن که دلم داغونه داغونه، تو میری عاقبت با که دستم خالی میمونه. دلم بشکن حرفی نیست، فقط کاش لایقت باشه، میرم از قلب تو بیرون که عشقش تو دلت جاشه. که تو یار و همراشی، ولی میشد بمونی و کمی هم عاشقم باشی. نمیدونم کجا بود که دلت را دادی دستمون، خودت خورشید شدی بی من، منم دل تنگی بارون. همه فکر شده چشمات، گاهی دستاتو میگیره، یه وقت تنهاش نذاری که مثل من میشه میمیره. دلم بشکن حرفی نیست، فقط کاش لایقت باشه، میرم از قلب تو بیرون که عشقش تو دلت جاشه.